بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة عليها السلام، بل هي أعظم. إن ابنتي فاطمة خير أهل الأرض أنصرا وشرفا وكرما. ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یکی از مسائلی که در این ایام مناسب است مورد بحث قرار بگیرد شخصیت شناسی است. فاطمه زهرا چه کسی بود و چه جایگاهی در این جهان دارد و در این نظام هستی؟ به دنبال مطالبی که دیروز عرض شد خداوند متعال این جهان رو برای یک هدفی آفریده. قرآن مجید با صراحت به این حقیقت اشاره می‌فرماید که ما آسمان ها و زمین رو عبس نیافریدیم، یک غرضی بوده است از آفرینش، و اون غرض این که انسانی به وجود بیاد، خلیفت الله باشد روی زمین، مسیر هدایت رو از درون و بیرون عقل و انبیا به بشر ارائه کنه تا بشر انتخابگر باشد، خودش انتخاب بکنه. و عرض شد خداوند متعال برای هدایت انسان ها که اختیار رو در اونها قرار داده، شخصیت هایی رو که اینها سفرای الهی هستند، فرستادگان حضرت حقن، اینها رو قرار داده که الگو باشد برای بشریت. چون انسان بدون استاد نمیتواند حرکت کند، خصوصا در حوزه دین که اساسا دین ارتباط داره با ملکوت این عالم. انسان تو کارهای مادی استاد میخواد و با استاد یک روزی متعلم خودش معلم می شود، یک شاگرد یک روز استاد می شود. اما سفرا الهی آمدن بشر رو متوجه کردن به یک جهان دیگری. کارهایی که اینجا انجام می دن، این کارها می تواند سعادت و خوشبختی بشر رو برای ابدیت تأمین بکنه، برای اون جهان که عالم غیب است. و نمی شود یک استادی که سر و کارش با جهان مادی است بتواند انسان رو رهبری کند، هدایت کند، راه سعادت رو به انسان بنمایاند برای اون جهان، جهان غیب. اول سوره مبارکه بقره خداوند متعال وقتی متقین رو
معرفی میکند میفرماید که این کتاب هدایت است برای متقین. بعد میفرماید الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. ایمان به غیب، اون چه که انسان رو می رهاند و نجات می دهد و سعادت انسان رو تأمین می کند، این که از غیب خداوند متعال یک کسی رو انتخاب کند که از غیب مطلع باشد، برنامه ریزی کند برای انسان که چه کند تا در اون نشأه که الان غیب است، قیامت، در اون نشأه سعادتمند بشه. و اون نیست جز این که کسانی بایستی باشد، اینها فرستادگان حق باشد. در این آیه مبارکه ارتباط سفرا الهی با غیب خدای متعال مطرح کرده، می‌فرماید که عالم الغیب ولا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند متعال عالم الغیب است، هیچ کسی بر غیب آگاهی ندارد مگر اون کسی که سفیر الهی است. خداوند متعال توسط وحی او رو مطلع میکنه. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک، این خبر غیبی است که توسط وحی به تو گزارش شد. اینها عرض شد برای اینکه روشن شود که انبیا معلمان بشر هستند، اما با معلمان عادی تفاوت میکنند. معلمان عادی که سر و کار دارن با علومی که علوم مادی است، اینها رو تعلیم میکنن، اینها رو با نمایش به متعلم میآموزن که چطور آگاه بشن، چطور در اون حرفه متخصص بشن. اما غیب رو کسی نمیتواند به کسی تعلیم کنه. غیب مخصوص خداست و خداوند متعال توسط سفراء خودش این غیب رو به بشریت، اونم برای سعادت بشر و هدایت انسانها و خوشبختی انسانها، علم غیب رو در اختیار انبیا قرار داده. چیزهایی که باعث می شود انسان در اون نشأه خوشبخت بشه، بلکه در دنیا هم خوشبخت بشه. به هر صورت آخر این سفرا الهی وجود مقدس پیغمبر اکرم است، پیامبری که بر همه انبیا افضل است. او خاتم رسول است، او کسی است که رحمت است برای همه عالمیان. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خداوند پیامبر رو رحمت برای همه عالمین قرار داده. عالمین یعنی ماشاءالله. حتی یه وقتی روایت دارد که جبرئیل خدمت پیامبر بود و رسول خدا فرمودند که این که خداوند متعال می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این رحمت به جبرئیل فرمودند، این رحمت نصیب شما هم شده. عرض کرد بله یا رسول. فرمودن کجا و چی؟ عرض کرد یا رسول الله یه عده‌ای از افراد بشر با من دشمنند. قرآن می‌فرماید قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من کان عدو لجبریل، معلوم میشه یه عده‌ای با جبرائیل دشمنند. به برکت رسالت شما و به برکت نزول قرآن، خداوند متعال من رو مورد عنایت قرار داد. در این سوره مبارکه کفرت فرمود فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس
و اللیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. این رسول یعنی جبرائیل، اینجا رسول یعنی جبرائیل. و با این اوصاف خداوند متعال مرو مدح کرد، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین. به امانت، به اطاعت، به قدرت و قوت خداوند از من یاد کرد. خب این پیامبر که خدای متعال او رو فرستاده رحمت باشد برای عالمیان، سرشان این است که پیامبر راهنمایی کرد بشر رو که راه سعادت این است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. پیامبر بگو این مسیر من است، این راه من است، من و پیروان من با بصیرت در این راه قدم گذاشتیم. این پیامبر رو خدای متعال فرستاد تا راه سعادت، مسیر خوشبختی رو به همه انسان ها بنمایانه. لذا تفاوت پیامبر با برخی از انبیای گذشته این بوده که انبیای گذشته مرسل بودن به یک گروهی، مثل حضرت یونس که خداوند متعال او رو فرستاد الی مئت قوم او یزیدون، برای 100,000 نفر، برای اهل نینوا فرستاد. یا حضرت عیسی سلام الله علیه که از انبیاء اولوالعزم هست، خدای متعال او رو فرستاد نبی بر بنی اسرائیل، رسول بنی اسرائیل بود. فرمود که از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، و همینطور حضرت موسی. اما پیامبر اکرم آمد تا بشریت رو از همون وقت رسالت تا انتهای زمان، تا قیامت، از نظر عمود زمانی و از نظر شمول پهنه رسالت پیامبر همه رو میگیره، همه انسان ها. خدای متعال میفرماید که ما شما رو فرستادیم نذیرن للبشر کافتن للناس، نه یک منطقه مثل جزیره العرب که فقط پیغمبر پیغمبر عرب ها باشه. نذیرن للبشر و ما ارسلناک الا کافتا للناس و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خداوند متعال پیامبر رو برای همه بشریت فرستاد و او رو الگو قرار داد برای بشریت، چون انسان کامل او در قله قرار گرفت. و لقد کرمنا بنی آدم، این تکریم نمونه بارزش وجود مقدس پیامبر اکرم. و خداوند متعال این نظام رو اساساً بر اساس آیات شریفه قرآن مجید برای همین انسان کامل خلق کرده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم الشمس و القمر. این آیات گویای همین حقیقت. تا اینجا برای این نکته ما این مطالب رو عرض کردیم که خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها یک انسان کاملی رو قرار داده و اون وجود مقدس پیغمبر اکرمه، پیغمبر خاتمه که او رو الگو قرار داده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اما حالا جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست؟ این فاطمه‌ای که ما از او سخن میگوییم نفس نفیس این پیامبر. روایاتی که در این زمینه هست روایات فراوانی است، عامه و خاص این روایات رو نقل کرده. مثلا در منابع ما هست که هیه
روحی التي بین جنبی فاطمه سلام الله علیه، فرمود روح من است که در کالبد من است. یا فرمود پیامبر هیا بضعتون منی، هیا شجنتون منی، هیا شعبتون منی. بزعه یعنی پاره تن. برخی از محققین عامه هم حتی به این نکته رسیدن و تصریح کردن، گفتن که وقتی این تعبیر از رسول خدا رسیده که یا بزعتون منی، که انهو خود پیامبر است فاطمه زهر، روحی التی بین جنبه، این انسانی که اینقدر به پیامبر نزدیک، این عبارت ها از نظر فنی به اصطلاح هست که گاهی تنزیل در یه جهت، مثلا میگن که این شی مثل این شی میمونه، این فرش مثل این فرش میمونه، یعنی در رنگ و در قیافه و در نقشه و مثلا در تار و پود مثل همه، گاهی در یک جهت تنزیل، میگن رنگ این پارچه مثل این رنگ این پارچه است، اما ممکنه از نظر بافت، از نظر موادی که به کار رفته با اون پارچه تفاوت میکنه، فقط تشبیه در رنگه. اما گاهی تشبیه عموم و تنزیله. برخی از روایات یه شواهدی درش هست که گاهی تشبیه عموم و تنزیله. اگر رسول خدا فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی اون چه پیغمبر دارد امیرالمومنین داره، این تنزیل عموم التنزیله. شاهد این که عموم التنزیله اون استثناست، فرمود الا انه لا نبی، نبوت رو استثنا کرد، نبوت استثنا شده، اما همه خصوصیاتی که پیغمبر خدا داره امیرالمومنین داره. لذا این روایتی که بخاری در مناقب امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده، سی بابی هست در صحیح بخاری، باب و مناقب علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم القرشی، اونجا عنوان باب این هست یا علی انت منی و انا منک، این تنزیل رو میرسونه. به هر حال جسم یک انسان با جسم یک انسان دیگر فرق میکنه، دو تا جسم یک جور نیست، دو تا سر انگشت یک جور نیست، دو تا چشم یک جور نیست، اینا واقعا از عجایب خلقت هست و هر چی هم ما جلو میریم و یافته های بشر بیشتر میشه، این حقیقت آشکارتر میشه که این انسان واقعا چه موجودی هست. خداوند متعال این طور رو قرار داده که دو تا سر انگشت، این خطهای روی انگشت انسان یکسان نیست، اخیراً دو تا چشم یکسان نیست، و همینطور خوی انسان، اخلاق انسان، ولو از یک خانواده باشن، دو تا برادر، دو تا خواهر، اینا یکسان نیستن، اما روح ها گاهی یکی میشن، مثل اینکه پیغمبر فرمود هی روحی التی بین جنبی فاطمه روح من است که در کار بوده من. این نزدیکی و این قرب به حدی می شود که اون خود منه، انفسنا و انفسکم، در آیه مبارکه مباهله که از امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیر شده به نفس رسول خود، این جایگاه فاطمه است سلام الله علیه. حالا با توجه به این که پیامبر است، دارای مقام عصمت است، اگر یک سخنی می‌فرماید، یک جمله‌ای رو می‌گوید، این جمله نه مبالغه است، نه دون شأن است، نه فوق شأن است، دقیقاً اون چی که شأن شخص هست بیان می‌کند. بعد نیست اینجا اشاره کنم به نکته اخلاقی که
گاهی بعضی از افراد نسبت به بعضی مبالغه میکنه، طرف رو میبرن به عرش میرسونه، و گاهی هم اگر دشمنی داشته باشن فضائل او رو، جنبه های مثبت او رو نادیده میگیرن، او رو از اون مقام خودش پایین‌تر و پستر میارن. روایت دارد هر دو اینا ظلمه، هر دوی ظلم. اگر انسان کسی رو فراتر از اون چه که هست تعریف کند و معرفی کند، به دیگران ظلم کرده، چون مردم رو به اشتباه انداخته. این شخص این خصوصیات و این ویژگی‌ها رو نداره. و اگر انسان یک شخصی که فضائلی دارد، علمی دارد، کمالاتی دارد، اون شخص رو انسان پایین تر از اون مرتبه‌ای که هست معرفی کنه، به اون شخص ظلم کرده، در حق اون شخص بی‌انصافی کرده. خب اینها در ما تصور می شود، اما در پیامبری که معصومه این معنا متصور نیست. اون ما ینطق عن الهوا، اون چه که می گوید حق است، اون چه که می گوید درسته، اون چه که می گوید چیزهاییست که از روی هوا و هوس و خواسته و مبالغه و اینها نیست. بنابراین اگر پیامبر این تعبیر رو راجع به حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها دارن، می‌فرماید هی روحی التی بین جنبی، این تعبیر راجع به هیچ کسی نیست. من تعجب میکنم که چرا برخی از عامه گاهی آمدن برخی از ازواج رسول خدا رو برتر دونستن از فاطمه زهرا. نمیدونم بر چه اساسی، نمیدونم. هرچی انسان فکر میکنه میبیند که این مقایسه اصلا یه مقایسه غلطی است. اونم کسی مثل حضرت خدیجه باشه؟ خب حضرت خدیجه بر اساس احادیث نبوی که فریقین نقل کردن، یکی از چهار زن بزرگ دنیا است، مریم است و آسیه است و حضرت خدیجه است و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما دیگر زنان پیامبر رو انسان یاد مقایسه بکنه با حضرت زهرا سلام الله علیها، و گاهی هم ترجیح بده اونها رو بر حضرت زهرا. بر چه اساسی؟ بر چه پایه‌ای؟ نمیدونم. علی این رو ما قضاوتش رو میگذاریم به عهده دیگران. فاطمه زهرا اون از نظر نسب، اون پدر، اون فرزندان، اون همسر، این همه برکات وجودی حضرت صدیقه طاهره عالم رو گرفته، فرزندان فاطمه زهرا و کمالاتی که در خود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. و لذا به قول این شاعر میگوید ان قیل مریم قلت فاطمه فوقها، ان قیل حوا قلت فاطمه افضل، افهل مریم افهل مريم والد كمحمد ام هل مريم مثل فاطمة اشبه بنت من بنت من ام من حليلة من ويل لمن سل ظلمها وأزاها. اما دشمنان بعد از رسول خدا تلافی کردن با بیت پیامبر، فاطمه زهرا بعد از پیغمبر حالشو اینطور ترسیم کردن.
مؤصبة الرأس ناهلة الجسم منهدة الروح باكية العين مهترقة القلب يقشى عليها ساعة بعد ساعة تنها ببند و دیده من گریه می کنن اون هم نهان ز اهل وطن گریه خونی که می چکد ز گریبان سینه پیراهنم به قربت تن گریه می کنم ظلمی به من شده که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیر حسن گریه زخمی فومد به پهلوی من که از برای آن حتی به وقت دف کفن گریه می کنم با آن که امر سر دهد برهم علی او هم به وقت قسل بدن گریه عجب مزد رسالت رو دادم عجب قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو عمل کردم سینی به صورت زدم پهلو شکست بازو رو سیاه کرده این جنایت ها از سقیفه آغاز شد کربلا هم به دنبال سقیفه آمد دختر امین المومنین تو قتلگاه صدا زد یا رسول الله این حسینه ببین سر در بدن ندارد از حسین مرمن به دمان قدس و لعظا مسلوب و امامت بدن مصیبت در مدینه خیلی بزرگ بود به خانه وحی احترامی شد اما کربلا مصیبت عظیم تر بود زینب کبرا تو قتلگاه صدا زد یا رسول الله بنا تو کسرا یا رسول الله دختران تم اسیر شد به سوی شام و کوفه چه ظالمانه میبرن نمیرن ولی مرا به تازیانه میبرن صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا بسم الله العظيم الحمد لله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر
و جعلنا من عربان ایمان صالح مشیعت امدی. خدایا حشر و نشر ما رو با خواندن پیامبر قرار بده. مشکلاتی که در اثر این بیماری متوجه نفوس بشری شده، خدایا به حق صدیقه طاهر این مشکلات رو از همه بشریت، خصوصا این کشور، خصوصا پیروان اهل بیت علیهم السلام برطرف بفرما. بیماران این بیماری رو خدایا شفا عنایت کن. در گذشتگان رو، خصوصا در گذشتگان از این بیماری رو، گذشتگان از این جمع، از این بیت، والدینمون، امام، شهدا، حواداران من، ما همه رو غریق رحمت بفرما. لحظات پایانی عمر خدایا لحظات راحتی ما قرار بده. حق محمد و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله